شنیدم آقا لطفی همه چیزو به مثل حالی فروختن. بله آقا، خودم از آقا سلیم شنیدم. ارتباط اینترنت سیاه با اینجا قطع شد. محل ما لو رفته. تماس مدیر مدرسه رو میتونی حک کنیم. حالا ضبط مکالمه از 3 ثانیه قبل قابل شنیدن. فعلا خدا نگهدار. ما میخوام راجع به یک موضوع با هم صحبت کنیم و اون مهارت‌های زندگی. مو که امشا فهمیدم مهارت ماهی درست کردن رو دارم. آقا مو از هیچی نمیترسم، اینم مهارت زندگیه؟ خب بله، مهارت زندگی یعنی داشتن یک توانایی که ما رو آماده میکنه تا با مسائل زندگی روبرو بشیم. مثلا مهارت در تصمیم گیری، مثلا رفتن به قلعه متروکه و عکس سلفی گرفتن. بچه ها قرار شد موضوع جدی بگیری. آقا جدی گفتیم. سعید برای ای که شجاعتشو ثابت کنه تصمیم گرفت نصف شبی بره قلعه متروکه اونجا عکس بگیره. ما هم رفتیم آقا، تازه اونجا دادش سعید سلیم هم دیدیم. بس دیگه جلال. کنترل احساس خودش یک مهارت. با شماست آقا سعید، خودتو کنترل کن. گفتی کیو اونجا دیدین؟ سلیم، داداش سعیدو. چیزی شده؟ نمیده. نه خیر، همینطوری پرسیدم سعید جان. جابر اینجا تلفن آنتن نمیده؟ نه اینجا خبری از یه چیزا نیست. مشکلی پیش اومده؟ عادت کردم وقتی آنتن نیست انگار یه چیزی کم دارم. ای بابا، حالا این اطلاعاتو چطور به کیان برسم؟ حالت خوبه؟ با خودت حرف میزنی؟ چیزی شده؟ نمیدونم چی بگم قربان. اون موتورسیکلت ایجا بدون صاحب افتاده، شک کردم کسی این طرف هست. یه نفر دیگر رو بفرستید یه نگاهی به اطراف بندازه. خودت هم اینجا نمون، بیا بریم داخل مخفیگاه. این دو نفر مشکوکن، باید برای سب. قربان چای میخورید براتون بیارم؟ نه متشکرم. بفرمایید. علی آقا بالاخره اومدی؟ سلام عرض شد علی آقا، خوشحالم که شما هم اومدید. سرگرد اگه اجازه بدید من برم هم برای شما و هم برای مهمونتون چای بیارم. ممنون میشم. پیگیری پرونده عادل باعث کشف ماده مخدر جدیدی که شکل مایع داره شد. اعتراف به همکاری احتشامم حلقه اتصال این دو ماجرا شد و متوجه شدیم توزیع توسط شبکه اینترنتی سیاه انجام میشه. عجب اطلاعاتی به دست آوردید. البته نگران کننده هم هست. رابطه بین عادل و سلیم چی؟ چیزی به دست آوردی؟ با هم دیده شدن. به نظرم سلیم مواد رو به دست عادل میرسونده و عادل اونا رو به شبکه بلک نت تحویل میداده. با این حساب حکم بازداشت سلیم رو باید گرفته باشی علی آقا. بله حکم داریم، اما هدف پلیس پیدا کردن دست‌های پشت پرده است.
قربان. آه مستر هالی، خیلی خوش آمدید. جناب لطفی، روی پیشنهاد و قرارداد ما فکر کردین؟ مؤسسه من قادره که از برند مدرسه شما پس از اتمام فرایند به عنوان یک محصول جدید در بازار بهره برداری تجاری بکنه. آقا شما لطف دارید، مو خبر دارم شرکتتون بین المللیه و نیاز به برند مدرسه ما نداره و ای که فرموده بودی تجهیزات برای مدرسه ایجاد میکنید و تکنولوژی جدید آموزش میدید باعث خوشحالی ماست. بله همینطوره، ما به جهانی شدن شما فکر میکنیم. کمک های قابل تقدیریه، منتها یک سوال در ذهن ما پیش آمده. البته چیز مهمی نیست، ترکیب محصول این فرایند که با برند مدرسه تولید میشه در قرارداد مشخص نشده. آب معدنی. آقای مدیر، آب معدنی زلال طبیعی که از گیاه خاصی تولید میشه که فواید درمانی هم داره. باور کنید که قصد ناراحت کردن شما رو نداشتم. قرار نیست که قرارداد رو امضا کنید؟ خب البته فرم پیش قرارداد و قبلن فرستادید و من اونو امضا کردم. علی آقا، این ماشین همون خارجیه بود؟ بریم ببینیم اینجا چه خبره. حرفای عجیبی امروز شما گفتید. مجرم بین المللی؟ گیت شدم. ایجا منطقه آزاده، خارجی ها هم زیاد برای تجارت میان. آیا مدرک جرم از مستر هالی و شرکتشون دارید؟ جناب مدیر، اگه مدرک جرمی داشتیم که دستگیرش میکردیم. پلیس از شما خواسته فعلا هر گونه ارتباطو با ایشون کاهش بدید تا تکلیفش مشخص بشه. شما که علاقه ندارین سوابق بدی در مورد مدرسه شما پیش بیاد و از همه مهمتر با اینکه مدرسه علمی شما کوچیکه، من اونطور که دیدم در رده‌بندی خوب جهانی از نظر فعالیت علمی قرار داره. ببینید، من همیار پلیس هستم و یک مخترع روباتیک. جدن میفرمایید؟ میتونید سوابق منو در سایت های داخلی و خارجی جستجو کنید. بله، ایشون یک مخترع جوان هستن. حالا شما اگه امکان داره فقط برای چند روز که وضعیت مؤسسه و اهداف اون برای همکاری با شما مشخص بشه از امضای قرارداد امتناع کنید. جامعه علمی از شما متشکر میشه. باشه، البته ما قبل از ورود شما پیش قراردادی رو امضا کردم که آزمایشی یک ماه برند ما روی محصول مشترک مدرسه و شرکت مستر هالی بخوره. ممنون که ما رو در جریان گذاشته این. واقعا سخت بود تا قانعش کنیم. تو خوب از پسش بر اومدی و تونستی به فکر بندازیش. امیدوارم همینطور باشه. من تمام سعی خودم رو کردم تا با منطق خودش متقاعدش کنم. حالا بریم ساختمون پلیس محلی. اونجا یه چیزی رو آوردم که خیلی خوشحالت میکنم. جدن علی آقا؟ بله، بزن بریم.
موافقید به چه قاضی یک نواختی در بیای؟ باز چی با خودت دو بردی؟ چیز بدی نباشه، جا به بفهمه پوستمون کنده است. چقدر ترسویی؟ بفرما. داداش سلیمم شبا که دیر میاد خونه، من کمدشو میگردم. یه بار اینا رو تو کمدش دیدم، یه کارتون بود، یکیشو برداشتم از سر کنجکاوی خوردم، یه حال خاصی داد، داخل مغزم گرم شد. چه جالب، اون وقت بعدش چی میشه؟ حالا پایه هستی؟ به آخرش چه کار داری؟ اتفاقا هر چیزی رو باید آخرش رو فهمید که خوبه یا بده. بدمزده که نیست ها؟ از اونا که نیست. نه، روش نوشته آب انرژیزا. اول خودت بخور ببینم چیزیت میشه، بعد ما هم میخوریم. نخور، شر درست نکنید بچه. خوبه، تمومش کردی، بده من. من که نمیخورم. مزه پهن شطور میده. چی شده؟ بابا نوجوانی و خنده های بیدلیلش یادش بخیر. من و کیارش هر 3-4 دقیقه بی خودی به هم میخندیدیم. شیرو جان، چیزی مصرف میکردید؟ نه بابا، این چه حرفیه؟ در کل سرخوش بودیم. ذات این دوره سنی همین. بی دلیل قشقش خندیدن باید یک دلیلی داشته باشه. ساده نباش، برم یک چیزی بهشون بگم. هیچی نگو، باید درکشون کنی، باید بهشون فرصت بدی خودشونو پیدا کنن. علی آقا، اینو چطوری آوردی اینجا؟ اونش بماند، حضور کیخان به نظرم اینجا لازمه. علی آقا، خیلی خوشحالم کردی، حتما با زحمت فراوون آوردیش اینجا. سردار در این کار کمک زیادی کرد، با یه چرخمال انتقالش دادیم. عالی شد، حالا به راحتی با اتصالش به سیستم کیارش دوباره کیخان کارشو شروع خواهد کرد. این اتاقو پلیس محلی در اختیار ما گذاشته و به عنوان پایگاه میخوام از اون استفاده کنیم. سلطان بختیاری هم به عنوان نیروی هماهنگ کننده با ما در ارتباطه. از این لحظه باید به جد دنبال مدرکی باشیم تا مسببهای حوادث اخیر رو پیدا کنیم. تکلیف سلیم چی میشه؟ حکم قضاییش که بیاد میریم سراغش. تا اون موقع کاری نباید بکنیم که احساس خطر کنه. تا یادم نرفته یه تماس با خونه داشته باش. حسابی دلتنگت هستن. چایی آوردم، بفرمایید. به به، چه بوی عطری. اینا ریحانه جان از شمال آوردن. دست شما درد نکنه، هیچی چای وطنی نمیشه. اینا همیشه کیان میگفت، کاش کیانم بود. بالاخره بچه ها یه روزی میرن و ما پدر مادرها تنها میمونیم. مهم یه چیزه و اون یاد دادن مهارت درست زندگی کردن به بچه هاست تا بی درد سر زندگی کنم و من از این نظر خیالم راحته. حق با شماست، ولی دل من شور میزنه. بعد از دست دادن کیارش همیشه دلم استراب داره. توکلت به خدا باشه، مصرف داروهای پزشکم یادت نره.
البته، اما غم از دست دادن کیارش چیزی نیست که با جارو رفت بشه. ای خدا جون، کیانه؟ بفرما، اینم آقا کیان شما. الو کیان جان، خودتی پسرم؟ سلام مادر عزیزم، شما خوبی؟ چرا زنگ نمیزنی؟ مادر دلتنگت میشه. ببخشید مادر جان، درگیر کارم. راستی حال بابا خوبه؟ الحمدلله، همه ما خوبیم. من از علی آقا حال تو رو همیشه میپرسم. علی آقا اینجا پیش منه، سلام میرسونه. الان شما کجایید؟ لطفاً گوشی رو میدی به بابا؟ سلام پسرم، ممنونم، نگران ما نباش. بله میفهمم، باشه، مادرت هم درک میکنه. خدا حافظ. چرا گوشی رو قطع کردی؟ بابا ناسلامتی سر کارشه، توی ماموریت وقتشو نگیره. نگرانی مادر برای بچهش کار و ماموریت نمیشنسه. آخرش هم نگفت که کجاست. الحمدلله حالش خوب بود. خانم گلم، دلواپسی و استرس نداشته باش. بهتره چای تو بخوری تا سرد نشده. بالاخره پیدات میکنم آقای قهرمان. بالاخره اومدی آقای کیخان، حالا میافتی تو تلهی که برات آماده کردم. اینجا آخرت. هدف نابودی کیخان. بله اطاعت هم والا مصر یه چیز مهمی و وارد جزیره کرده. برای چی دزدیدی سلیم؟ کد 313 سریم وارد عمل بشد. آقای سلیم برو مردک و بگیر و بیارش اینجا. نابودیش کلید خود، این افراد دیگه به درد نمیخورن. دارم میرسم، تا قصد بیار، چیزی نمونده. علی آقا یه آمبولانس بفرستید اینجا، مشروح داریم. حالی که تا آمد، تو نمیرسی.